الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای قادری به عنوان اولین سخنران که هشدار به جایی رو در واقع دادن و زنگ خطری رو به صدا در آوردن که بسیار بسیار ضروری است بهش توجه بشه. چون برداشت از تئاتر ملی یک بار ممکنه تئاتر دولتی باشه و یک بار تئاتر مردمی که با استفاده از تجارب دیگران می شود به اصلاح خود اندیشید. اما از اونجایی که عنوان مقاله ورده تئاتر ملی منطقه‌ای و محلی است، ابتدا لازم هستش که یک بحث بسیار باریک و کوتاهی رو باز بکنم. اینکه اصولاً راجع به اینکه تئاتر ملی موضوعیتی داره یا خیر، گاهن از طرف بسیاری از دوستان خود من مورد سؤاله که تئاتر مگر مرز میشناسد، که حالا این مرز ملی باشد، منطقه‌ای باشد یا محلی. و در مقابل عده‌ای هم از دوستان باستان من معتقد هستند که بله، تئاتر به مقتضای موقعیت جغرافیایی و تاریخی ویژگی‌های فرهنگی داره و لذا مرز می‌شناسد. اما فکر می‌کنم بد نیست ابتدا یک در واقع معنایی از کلمات منطقه و ملت و محله از در واقع قول جناب آقای معین در مقدمه‌شون ارائه بشه خیلی کوتاه. منطقه رو در لغتنامه معین به کمربند و میانبند تعریف کردم ایشون، که در واقع تقسیمات پنجگانه قاره ها رو بیان میکنن. در کشور ما هم خب مناطق گرمسیری داریم، سردسیری داریم، مناطق جنوبی داریم، مناطق شرقی و غربی و منطقه های مختلف بیابانی و بیابانی کناره‌ای که از همدیگه به این شکل تفکیک میشن. ملت در فرهنگ معین به عنوان پیروان دین، آیین و شریعت اومده از طرف، یعنی گفته کسانی که پیرو یک دین یا یک آیین یا یک شریعت هستند رو ملت تشکیل میده. از طرف دیگه گفتن مردم یک جامعه یا یک کشور رو ملت تشکیل میدن. یعنی هر دو معنی رو در واقع در فرهنگ معین داریم: پیروان دین، آیین و شریعت، و یا آحاد یک اجتماع کشوری. بنابراین تکلیف تعریف ملی و ملت خود به خود از نظر فرهنگ معین که فرهنگ لغات ماست یا یکی از فرهنگ‌های معتبر لغات ماست مشخص میشه. در رابطه با محله همیشون در واقع جای حلول، فرود آمدنگاه، جا، مکان و محل فرود آمدن رو تعریف کردن که به نظر من سه تا دایره داریم: یک دایره کوچکتر که محله است، یک دایره بزرگتر که منطقه است، و یک دایره باز بزرگتر که ملت است. و ما حالا عنوان ملی اینجا از تئاتر ملی صحبت میکنیم، و بعد دایره بزرگتر که حالا جهان. در رابطه با اینکه تئاتر در واقع میتواند مرز داشته باشد یا نداشته باشد، بحث جهانی بودن همه چیز
یا یکسان بودن و همسان بودن همه چیز از قرن 17 با ظهور در واقع مدرنیسم به وجود آمد که طرح شد که همه چیز میبایستی بر اساس عقل و عقلی که در واقع منافع فیزیکی، مادی و نیازهای انسان رو برآورده میکنه، شناسایی میکنه و برآورده میکنه، همه در واقع آحاد انسانی میبایستی از چنین عقلی تبعیت بکنن در همه مناسبات در واقع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی و از جمله هنر و علوم انسانی رو هم تابع یک چنین عقلی همگانی دانستن که میبایستی همه ازش در واقع به یکسان پیروی بکنن. آقای دکتر محمد مددپور میگن که تفکر محلی به خاطر جاذبه درونی خود از حد منطقه و شهر و کشور میگذره و قاره ها و در نهایت جهان رو تحت تاثیر قرار میده اگر در واقع تفکر محلی خصوصیات خودش رو پیدا بکنه. ایشون میگن آیین بودا در بستر همین فرهنگ، فرایند، حرکت و رشد کرد و ما میبینیم که این اندیشه در هند ظهور میکنه، به شمال هند میره و اندک اندک آسیای میانه، شمال افغانستان، شرق چین و آسیای جنوبی شرقی رو تحت پوشش خودش قرار میده. اما بودیسم در هر محل لباس خاص آنجا رو بتن میکنه. در چین به نام آیین چان، در ژاپن به صورت زن و در کره با تائوئیسم کره‌ای ترکیب میشه و خود را آشکار میکنه. آیین بودا اگرچه جهانی است اما در هر حوزه و منطقه‌ای رنگ افکار قومی آنجا را به خود می‌گیرد. بنابراین چان را در چین نمی‌توان آیین بودایی به مفهوم هندی آن در نظر گرفت، چون آیین بودایی هند به صورت هینایانا و ماهانایا بر مبنای تجرید و کلی‌اندیشی است و این نوع نگرش در چین جایی ندارد. در چین همانند ژاپن توجه به امور انضمامی و محسوس است. بنابراین یک آیین حتی میتوانه از یک منطقه سفر بکنه به منطقه دیگه و رنگ و بوی منطقه خودش رو بگیره. منتها مدرنیست‌ها اومدن گفتن پیشرفت اساساً یک اقدام انسانیه، پیشرفت انسان متضمن بکارگیری عقل انسانه و خردورزی در عرصه وظیفه یا رسالت ایجاد دنیایی بهتر که مناسب با نیازهای انسانی باشه. هر آنچه که نیاز انسانی تشخیص داده بشه یا به عنوان وضعیت و شرایط سازگار با زندگی تلقی بشه با اولویت یا تقدم نامحدود بر تمام دیگر ملاحظات همراه می‌گردد. بخش غیر انسانی یعنی غیر طبیعی به تنهایی فاقد معنا و مفهومه و هر معنا یا مفهومی که برای اون در نظر گرفته بشه یا به اون داده بشه تنها از منظر استفاده های انسانی است که از اون به عمل میاد. این طرز تفکر در زمان در واقع سلطه تفکر مدرنیست بر جهان اگر با مقاومتی روبرو میشد انگه تحجر و پسوددادگی و خرافاتی بودن و از این قبیل میخورد. اما تفکر مدرنیست یک خصوصیت بسیار برجسته دیگه ای داره و مهم و اون این استش که همه چیز رو قابل تغییر میدونه الا اصل تغییر. بر این اساس خود در واقع این روایت کلان مدرنیسم به جهان یا این نسخه کلی که برای جهان پیچیده قابل تغییر، یعنی خودش در خودش میتوانه خودش رو نقد بکنه و این کار رو هم کرده. نقد مدرنیسم در قالب پست مدرنیسم در واقع به عنوان جنبش پست مدرنیسم در تفکر جهانی سر در مقابل مدرنیسم انتقادات بسیار زیادی شد. اولین انتقادات رو در واقع فروید و نیچه به مدرنیسم.
فروید در مطالعات خودش تحت عنوان تمدن و نارضایتی های آن بر آن است که تمدن مدرن اجباراً نارضایتی و مقاومت به بار می‌آورد و تداوم و استمرار آن متضمن عنصر قهر و اجبار ذهنی یا جسمی است. تصویر مدرنیته ای که از تحلیل فروید بیرون می آید تصویر چندان مسالمت آمیز آرام و مهربانی نیست. حاکمیت عقل دارای پیامدها و آسیبهای روانشناختی است. از دیدگاه فروید عقل نمی تواند یک موهبت بی التباس و غیر مبهم باشد، زیرا برای بخش قابل ملاحظه ای از نیازهای انسانی اهمیت و اعتبار قائل نبود، آنها را دست کم می‌دهد و به این ترتیب زمینی نابودی آنها را فراهم می‌آورد. به همین دلیل است که حاکمیت عقل همواره مورد خشم و انزجار بوده و هیچگاه نمی‌تواند کامل باشد. در نهایت سبب برانگیختن شورش علیه خود خواهد شد. انسان‌ها که مجبور به تحمل سلطه حاکمیت‌های سرد و بی‌عاطفه هزینه‌ها و نتایج هستند، کراراً به دفاع از احساسات و عواطف سرکوب شده به انگیزه‌های طبیعی و ضرورت ارتباط انسانی برخواهند خواست. برای که عقلی که در واقع مدرنیسم ازش جانبداری می‌کنه، به نظر عقل کاملی نمیاد. عقلی است که بخش مهمی از هستی آدمی رو، یعنی بخش نادیدنی ها رو انکار میکنه. عواطف و احساسات انسانی یکی از اون وجودی است که مدرنیست به اون احساس نیازی نداره. نیچه هم در واقع انتقادی داره به مدرنیسم. ایشون معتقده که در واقع همون برخوردی که میبایستی، همونطور که آقای دکتر قادری فرمودن، بین آپولون و دیونیسوس به وجود بیاد میاد و الزاماً میبایستی دیدگاه آپولونی و دیونوزیسی با هم یک جا هماهنگ بشن، یعنی دیدگاه عقل‌گرایانه موزون به اصطلاح با نظم و ترتیب و فایده با احساسات و هیجانات آدمی یک جا میبایستی به آشتی برسن. در غیر این صورت این تفکر شکست. پست مدرنیست‌ها میان و همه چیز رو در واقع دگرگون میکنن، میگن روایت‌های کلام به درد در واقع انسان امروزی نمیخوره، ما باید به خرد فرهنگ‌ها و روایت‌های مختلف از در زندگی انسان‌ها توجه داشته باشیم. بر همین اساس پست مدرنیست پرچم مقابله با زاینده خود یعنی مدرنیست رو برافراشته می‌کنه. از اونجایی که مدرنیست‌ها از هر گونه در واقع توجه به چیزهای غیر کارکردی اجتناب می‌کردند، پست مدرنیست‌ها اومدن گفتن مثلا تزیینات داخلی در معماری یا تزیینات خارجی در معماری که میتوانه موجبات آرامش روح رو فراهم بکنه، اینها در مدرنیسم جایی نداره، در حالی که ما به آرامش روح نیاز داریم. بنابراین برگشت به تزیینات معماری به صورتی که قبلا بوده حتی در طول تاریخ و یا به شکل ابداعی خودش مراجعه میکنه و به مسائل معنوی حالا میخواد توجه بشه میخواد توجه نشه، اما صرفاً به مسائل کارکردی در واقع نگاه نمیکنه. در سینما همین کار رو میکنن، در واقع جلوه های ویژه‌ای که به وجود میاد، مناظر دیدنی که در سینما در واقع اهمیت پیدا میکنه صرف پلان های مهم و مفید و کاربردی و کارکردی نیست که اهمیت پیدا میکنه،
به در واقع از دستاوردهای پست مدرنیسم که در انواع در اشکال مختلف هنرها به وجود میاد. اما حالا اگر ما بپذیریم، چون من خیلی همه مقاله رو نمیتونم به جهت کمبود وقت توضیح بدم، اگر بپذیریم که در واقع روایت پست مدرنیسم با انکار روایت کلان مدرنیسم به خورد فرهنگ ها بهای خودش رو میده، اون وقت ما باید ببینیم که تکلیف ما به عنوان کشور ایران از نظر فرهنگ ملی، منطقه‌ای و محلی چگونه است و چگونه باید به خودمون برگردیم. من فکر کنم اگر به این در واقع تعریفی که فرهنگ معین ارائه کرده مبنی بر اینکه پیروان دین و آیین و شریعت ملت هستند یا پیرو مثل آحاد یک اجتماع ملت هستند، اون وقت ما مثلا نقالی رو به عنوان مثال از اونجایی که شاهنامه فردوسی اثری است که همه مردم ایران با اون ارتباط برقرار میکنن، نقالی یا شاهنامه خوانی رو میتونیم یک در واقع فعالیت ملی به حساب بیاریم. از طرفی تعزیه رو از اونجایی که باز ملت ایران در مناطق مختلف و محله های مختلف به تعزیه قرابت و نزدیکی نشون دادن و نسبت بهش احساسات و عواطف نشون میدن، اون رو میتونیم نمایش ملی به حساب یا زار که مخصوص در واقع این منطقه است، مربوط به کل مناطق ایران نمیشه. این نوع آیین ها یا نمایش هایی که اگر به در واقع این طرز تفکر مارتینسین توجه کنیم که آیین ها خود به خود ریشه نمایشی دارن به جهت اینکه یک در واقع عده تماشاگرند و یک عده اجرا کننده، اون وقت گواد و زار را ما میتوانیم ریشه های نمایشی در اون بیادیم و او رو در این مراسم و آیین رو به عنوان یک آیین نمایشی بپذیریم. در همین سیستان و بلوچستان در واقع مراسم دیگری هست به نام سوگند آب و آتش که این اون وقت در چاه بهار اجرا میشه. در کل مناطق سیستان و بلوچستان یا خوزستان یا مناطق کناره بیابانی سوگند آب و آتش رو نداره. مراسمی است که اگر کسی رو به عنوان مجرم یا متهم شناسایی بکنن، اون وقت ازش میخواند که سوگند بخوره که گناهکار نیست. در صورتی که این سوگند رو یاد کرد، اون وقت یک توده آتشی در دست او میگذارن. اگر آتش دست او را سوزاند او گناهکار است و اگر آتش دست او را نسوزاند او گناهکار نیست. یا سر اون رو در آب فرو میبرن و چوبی رو پرتاب میکنن تا منطقه‌ای و کسی میره تا اون چوب رو برداره و بیاره. اگر تو این فاصله رفت و آمده در واقع کسی که چوب رو میخواد بیاره، این شخص متهم سر از آب بیرون آورد مجرمه و اگر طاقت آورد و سر از آب بیرون نیاورد مجرم نیست. ما برمیگردیم به در واقع سیاوش و از آتش گذشتن سیاوش، اون وقت میبینیم که آیا از آتش گذشتن سیاوش یک افسانه است یا میتوانه یک واقعیتی داشته باشه. میتوانه این اتفاق بیفته که کسی آتش در دستش بگیره و به جهات مسائل ایمانی و معنوی و روحی که داره دستش که یک عنصر مادی و فیزیکی است نسوزه. این اتفاق افتاده قرنها و قرنها تا به باور همگانی تبدیل شده، وگرنه در همون موارد اول لو میرفت که این ماجرا میتوانه صحت نداشته باشه. دستهای کسانی نسوخته در برابر آتش
همچنان که خود سیاوش و کسانی آب را طاقت آوردن. چه رابطه بین مسائل فیزیکی و مسائل متافیزیکی وجود داره؟ چیزی که مدرنیست به طور کلی اون رو نفی میکنه، هر گونه توجه به متافیزیک رو انکار میکنه و بیهوده و خرافی میدونه. اما واقعا این طوره؟ به تجربه بشری این رابطه بین مسائل مادی فیزیکی و مسائل غیر مادی ثابت شده و میشه اونها رو در تجربه اثبات کرد و درک کرد. دست کم قومیت‌های ایرانی به این باور رسیدن، به این باور که مسائل معنوی متافیزیکی با مسائل فیزیکی ارتباط تنگاتنگ دارن. آنچه ما برای ما محسوس نیست با حواس پنجگانه دلیل عدم وجودشان نیست، بلکه هستند. حواس ما قادر به حواس پنجگانه ما قادر به درک اونها نیست. این ارتباط در قومیت ایرانی ادراک شد. اگر چنین ادراکی واقعیت داشته باشه، اون وقت مبنای نمایش‌های منطقی، محلی و ملی ما چگونه خواهد بود؟ آیا ما باز صرفاً به محسوسات توجه داریم و انعکاس محسوسات حاصل خلاقیت‌های تئاتری و نمایشی ماست؟ یا ما به معقولات و ورای محسوسات هم می‌توانیم توجه داشته باشیم و اونها رو درک بکنیم و با تلفیق بخش معقول و بخش محسوس آنچه نادیدنی است و آنچه دیدنی است به نوعی از نمایشیم که این کمربند در واقع فرهنگی ملی ما رو آشکار بکنه و ویژگیش در این باشه که در واقع اون باوری رو که نسل‌های گذشته ما به موضوع آشتی میان ماده و معنا داشتند و در واقع این ایمان ویژه در واقع این کشور، شاید اگر به این برسیم راهکارهای انعکاس چنین عقیده‌ای رو یا بر اساس آنچه که بوده از قبیل همین نمایش های آیین های زار و گواد و سوگند آب آتش و نظایر اونها، یا پرداختن به اینکه قواعد معماری ما، قواعد قالیباتی ما، قواعد در واقع نگارگری ما چیست، قواعد شعر ما چیست که بر اساس همین طرز تفکر در واقع شکل گرفتن، اون وقت می توانیم با درک این قواعد که مجموعاً می توانند تئاتر رو که جامعه این در واقع هنرها هست شکل بدن، به یک تئاتری برسیم که ویژگی خودش رو داشته باشه و ویژگی ملت ما رو در مجموع و بعد در مناطق مختلفمون متناسب با موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی یک تعریف جدید داشته باشه. واقعا اونایی که میگن تئاتر مرز نمیشناسه، این مرز نشناختن رو از منظر مخاطب نگاه میکنن یا اینکه از منظر خواستگاه هنر نمایش هم نگاه بهش میکنن؟ و اگه از نظر مخاطب بخوایم نگاه بکنیم، بعد همه جای دنیا میتونه یه تئاتری بره اجرا بشه مخاطب باشه، ولی از منظر پیدایش و شکل‌گیری نمایش، خب در خیلی از کشورهای دنیا و در بین خیلی از ملت‌ها ما از قرن‌ها پیش چیزی به نام تئاتر یا نمایش داشتیم، حالا هر اسمی روش می‌ذاریم. به هر حال ما این تعریفایی که میشه از نمایش که تماشاگر داره و بازیگر داره و اجرایی داره و این حرفا، خب خیلی از جاها پیدا شده. واقعا اینایی که این حرف رو میزنه از کدام منظر میاد؟ تا بعد از خودشون پرسید، ولی من گمون میکنم که از منظر اگر از جهت تفکر فلسفی بگیم، از جهت منظر مدرنیسمه که در واقع پیرو به جهانی سازی همه چیزه.
و همه چیز رو میگه میبایستی صورت جهانی داشته باشه و فرهنگ های محلی و منطقی و ملی و اینها به چه درد میخوره وقتی که میتوانه حاکمیت عقل بر کلیت جوامع بشری حاضر باشه و عقل یک چیز مشخصی رو از دیدگاه اونها در مناسبات مختلف تعریف میکنه که واحد و قابل تسری به همه آحاد انسانی است که از حق بیده. شما دادین توی بله من سعی کردم پاسخش از زبان پست‌مدرنیست‌ها بدم. تعریف کنم که اینا که این حرف میزنن واقعا خب یه وقت از ما به عنوان یا ایرانی یا آفریقایی هر جایی میریم میشینیم یه پدیده نمایشی رو میبینیم یا از جای دیگه دنیا میاد ما میریم میشینیم میبینیم. ولی خب خیلی از پدیده‌های نمایشی دنیا توی کشوری به وجود آمده تحت تاثیر یک جهانبینی، یک فرهنگ، تحت تاثیر اساطیرشون اونا اینو برای به این چی میگن؟ پست مدرنیست هم همین سوال کرد. مرسی سپاسگزارم. متشکرم. خیلی متشکرم.